تشدید جنگ گرگ‌ها میان باند خامنه‌ای و رفسنجانی بر سر وزرای کابینه آخوند روحانی در مجلس ارتجاع. جنگ گرگ‌ها در مجلس ارتجاع برای سومین روز بر سر کابینه آخوند روحانی ادامه یافت و وزرای مورد نظر رئیس جمهور جدید رژیم و نمایندگان مجلس آن هر کدام به نوبه خود به گوشه‌هایی از بحران‌ها و چپاول‌های نجومی در نظام آخوندی اذعان کردند. علی‌رغم اینکه قانون بودجه 91 ذکر شده بود و در قانون بودجه 92 تکرار شده است، اما مشکل 80 هزار نفر بازنشسته فولاد حل نگردیده و حقوق آنان پرداخت نمی‌گردد. این چیزی نیست که شما بخواهید بعد از 3 ماه یا 6 ماه وعده حل آن را بدهید، مگر اینکه در این شرایط اقتصادی قائل باشید که بدون حقوق هم می توان زندگی کرد. تقابل بین کارگر و کارفرما را باید کاهش بدیم. یکی از موانع مهم اشتغال و تولید تقابل و درگیری و تنش بین کارگر و کارفرما. پور ابراهیمی در مخالفت با پاسدار ربیعی وزیر کار کابینه آخوند روحانی گفت ماهانه فقط 2000 میلیارد تومان پول بابت تأمین اجتماعی به سوی این سازمان سرازیر می شود و فقط یک شرکت وابسته به این سازمان 40% از تولید و توزیع دارو، 35% از تولید سیمان و 25% از تولیدات نفت و پتروشیمی را در دست دارد. مهمترین دغدغه ما حوزه اقتصاد کشور که امروز اولویت برنامه ماست. اسلاید بعدی. این سازمان تأمین اجتماعی که من دارم خدمت شما عرض میکنم 10.5 میلیون نفر الان داره بیمه شده داره. ما متوسط حقوق هر بیمه شده رو اگر بگیریم 600 هزار تومان که خیلی بیش از اینا هست، شما 10 میلیون نفر رو ضرب در میزان 200 هزار تومان بکنید، ماهانه بالغ بر 2000 میلیارد تومان ترنوور مالی سازمان تأمین اجتماعی در ساختار اقتصادی کشور ماست. در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که در سال 65 تشکیل شده با 2 میلیارد تومان، ما می‌دونیم امروز چه وضعیت اقتصادی داره. اسلاید بعدی رو نشون بدید. در این شرکت حدود 7 هلدینگ تخصصی وجود داره که هلدینگ‌ها رو من خدمت شما عرض می‌کنم. این فقط یه شرکتی است از سازمان تأمین اجتماعی، فقط اونه. من بقیه هنوز شاید وقت نکنم ادامه بدم. هلدینگ دارویی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی 40% از تولید و توزیع دارو در کشور به عهده داره. این حجم اقتصاد کشور. شرکت صدر تعمیر که در حوزه فعالیت بانی‌های فلزی و غیر فلزی فعالیت می‌کنه، شرکت‌های مثل فولاد خوزستان، ملی مس، فولاد مبارکه، تمام شرکت‌ها داره حدود 30% از وزن فعالیت‌های این مجموعه در اقتصاد کشور به خودش اختصاص داده. هلدینگ سیمان تأمین با 35 شرکت زیر مجموعه که اسامیشون در استادا هست، حدود 35% سهم اقتصاد کشور در تولید و توزیع سیمان کشور رو به عهده داره. حوزه نفت و گاز و پتروشیمی حدود 25%. میدونید چه اتفاق افتاد؟ قبلا صنایع اگر ایران خودرو سایپا رو داشت، امروز ایران خودرو سایپا متعلق به این نهادهای مالی است که عملا مسئولیت این جایگاه به عهده وزیر رفاه است. یعنی اقتصاد کشور اینجاست. من با نهایت احترامی که به کارشناسان اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی دارم، این گلایه را از اونها دارم. این وزارتخونه به اندازه 3 وزارتخونه در حوزه اقتصادی نقش داره. پاسدار علی ربیعی در پاسخ به حملات باند رقیب به گوشه ای از وضعیت ورشکسته اقتصادی رژیم اشاره کرد و گفت من امروز میخوام به مجلس محترم عرض بکنم دوستان مطلع باشید، تمام صندوقهای ما ورشکسته است. امروز نسبت بین شاغلین و افرادی که مستمدی بگیرن زیر 6 آمده. این خط قرمز و خط خطر، خط خطره. ما بین و نسلی رو مراعات نکردیم دوستان. در 2020 شما با بحران بزرگی روبرو هستید. تمام بودجه دولت رو باید در اینجا هزینه میکنید. امروز الان صندوق های فولاد 3 ماه حقوق خودشون رو نگرفتن. این منابع و مصارفی که در بخش صندوق ها هست بزرگترین چالشیه که ما در با اون در آینده روبرو خواهم بود. الان پول بیمارستان ها داده نشده، پول پزشکا داده نشده، پول داروخانه ها داده نشده. در مورد آخوند پور محمدی از سردشخیمان جنایتکار قضایی دیکتاتوری آخوندی که به عنوان وزیر دادگستری کابینه روحانی معرفی شده است، یکی از نمایندگان باند رقیب چند فقره از دزدی‌های این آخوند فاسد را فاش کرد. ایشون در سال 90
یه قراردادی با مجلس معاونت اجرایی بسته 2 میلیارد تومان 500 میلیون تومنشو گرفته، سازمان بازرسی گرفته 500 میلیون، بقیهشو نگرفته، کارو رها کرده. اصلا چرا با مجلس قرارداد میبستیشون؟ این سوال بعدی منه که میخوام خودشون توضیح بدن. جناب آقای پور محمدی وقتی در وزارت کشور بودن، این اسناد برای من میگه و این اسنادم من میگم براتون، مبلغ 20 میلیارد تومان از اعتبارات داخلی رو برداشت میکنن وزارت کشور، میدن به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور. این همین پول هنوز برنگشت. پرونده هم درست شده، خودشون توضیح بدن که چی بوده قصهش. جناب حجت الاسلام پور محمدی که مبارزه با مفاسد رو بر عهده دارن، که یه نامه‌ای به معاونت عمرانی خودشون دستور میدن که همشون مدرک دارن، از تبصره 13 ستاد سوخت مبلغ 500 میلیون تومان در اختیار دفتر این جانب قرار بدین و ایشون این پول رو به آقای مسعود مین میدن که همواره با ایشون بوده و جدیداً به رحمت خدا رفته. این پول برنگشت. جناب آقای پور محمدی در یه جای دیگه به معاونت عمرانی خودشون میگن که آقا 10 میلیارد تومان در اختیار ما قرار بدید و این پول میره در اختیار آقای کابوس یه، منم بلد شدم الف یه، تو مرامم نبود ولی کابوس یه، آقای یه الان برج سازه در شهر تقر به دنبال این دوتا بند که الان هم میخونم، جناب آقای رحمانی فضلی هم اینجا نشستن که مدرکشون ایدونیشونو میخونم، ایشون به امضایشونه، در دنبال این دوتا بند پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت، پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل میشه که شاکی اون وزارت اطلاعاته. قاضی بله تذکر در آجون خودتون بودید تو پرونده بشینید. برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال 85 قرار 4 میلیارد دلار از طریق فاینانس و 1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در جهت تامین 6500 اتوبوس در وزارت کشور اقدام بشه و کارسازی بشه. آقای پور محمدی در سال 85 رئیس ستاد سوخت از طریق ترک تشریفات مناقصه میاد 500 دستگاه اتوبوس مدل بوتانگ چین رو به شرکت پرسان سپاهان احیا واگذار میکنه. این شرکت اصلا وجود خارجی در اون زمان نداشته، بعد چقدر درست شده. خب وقتی همچون شرکتی وجود نداره، چگونه وجود دولتی رو با ترک تشریفات جهت خرید 500 دستگاه اتوبوس به شرکت موهوم واگذاری میکنید و پولش رو در اختیار حوزه وزارتی قرار میگیره؟ حالا من سوالم اینه از جناب دکتر پور محمدی: یک، طبق قانون اساسی و عهدنامه 1969 وین، دولت‌ها فقط میتونن با دولت‌ها قرارداد ببندن، اونم با مصوبه هیئت وزیران، چرا شما با شرکت خصوصی چینی قرارداد می‌بندید؟ این اقرامتون رو چگونه توجیه میکنید؟ اصلا هتل سازی، مسکن سازی، مراکز تجارت سازی کار وزارت کشوره که تو این قرارداد اومده یا نه؟ و چرا شما پذیرفتید که بین وزارت کشور و شرکت خصوصی چین قانون کشور سوئیس حاکم باشه، دادگاه زوریخ حاکم باشه؟ آیا این نقض آشکار حاکمیت ملی ما نیست؟ شما که با دولت چین قرارداد نبسته بودید که. نامه دادستان هم که هستش که این سوالی که من دارم جمعنی میفرمایید؟ بله تمامش کنم. آخوند پور محمدی که از عاملان اصلی قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 است، به منفور بودنش به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اذعان کرد و خطاب نمایندگان مجلس ارتجاع گفت: شما خوراک برای ماهواره و مجاهدین آماده کردید. یعنی شما دوست شفیق دولت عزیز گذشتمون معتقدید در دولت گذشته بی‌عدالتی و فساد بوده که من در واقع سکوت کردم؟ هاشا، شما که همچی باوری ندارید. آیا دولت گذشته فاسد و نادر بوده؟ یه حرف شما دارید که من باش مبارزه نکردم؟ اگر این باور دارید من تمام اتهامات رو میپذیرم، تمام اتهامات رو میپذیرم. بله اگر در برابر دولت فاسد و نادر سکوت کردم و تاوانشو بدم دیگه، تاوانشم همینه، اینه که شما بیاید منو به استنطاق بکشید اینجا. بده من این رو بگم
که 10 روز کاندیداش نامزد شدن برای وزارت دادگستری، 50 ماهواره و سایت و شبکه تلویزیونی و رادیو و روزنامه و مجله علیه من دارن مطلب می نویسن و از آقای رئیس جمهور خواستن معرفی منو به مجلس پس بگیره، از شما نمایندگانم خواستن که به من رأی ندهید. تمام مدافعان آزادی و عدالت خواهی و حقوق بشر و از این حرفا، نمیخوام این دوستان بزرگوار منتقد رو به اون لیست ملحق کنم، خوشم نمیاد، نمیخوام. متاسفم که 10 روز دیگه خوراک برای ماهواره آماده کردید. صدای آمریکا، رادیو زمانه، رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد، رادیو منافقین، تلویزیون صدای آمریکا، دویچه وله آلمان، العربیه، شبکه ضد انقلاب و دیگر و کل روزنامه ها که یه لیست 30 تاییست. کیهان، ارگان ولی فقیه ارتجا: صدای امام هنوز زنده است که نگذارید نظام به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. چگونه میتوان پذیرفت که رهبر با حضور فتنه‌گران در مسئولیت سرنوشت ساز کابینه موافق باشند؟ در حالی که این روزها جلسات مجلس ارتجا برای بررسی وضعیت اعضای کابینه آخوند روحانی در جریان است، کیهان، ارگان ولی فقیه ارتجا، در سرمقاله سه‌شنبه 22 مرداد خود وضعیت را سرنوشت ساز توصیف کرد و نوشت: سهم خواهی و تبدیل کابینه به شرکت سهامی توسط برخی از مدعیان اصلاح طلبی بر کسی پوشیده نیست، اما معرفی کابینه و حضور چهره‌های تندرو و افراطی در کنار برخی چهره‌های فاقد هر گونه تخصص و سابقه پرده از این ماجرا فرو افکند. لذا برای نمایندگان مجلس به یقین صدای امام هنوز زنده است که می گفت نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. و چه کسی نااهلتر و نامحرمتر از آنها که تا مرز براندازی نظام در سال 88 پیش رفتند؟ آیا نمایندگان سره را از ناسره جدا کرده و امانت را به اهلش می سپارند؟ امید که چنین باشد و انتظار نیز که نمایندگان از این آزمون سرنوشت ساز و تعیین کننده با سپید رویی بیرون آیند. از سوی دیگر در همین شماره کیهان، پاسدار شریعت مداری، نماینده خامنه ای در این روزنامه، در مطلب دیگری با عنوان تذکر غیر آیین نامه ای نوشت: تأکید رهبر بر حمایت از دکتر روحانی و دولت ایشان بوده است که از همکنون به عنوان یک وظیفه واجب الاطاعه است. پالایش فهرست وزیران پیشنهادی روحانی از افرادی که به هر علت شایستگی حضور در کابینه را ندارند، یکی از مؤثرترین و بزرگترین کمک مجلس به رئیس جمهور است. آیا رفع کاستی ها و جلوگیری از ناراستی ها در کابینه پیشنهادی آقای روحانی خدمت شایسته و در خور تقدیری به رئیس جمهور محترم نیست؟ رهبر بارها به صراحت از فتنه 88 و خیانت اصحاب فتنه به نظام یاد کردند. بنابراین چگونه میتوان پذیرفت که با حضور برخی از فتنه‌گران در مسئولیت سرنوشت ساز کابینه رئیس جمهور موافق باشند؟ آخوند احمد خاتمی از مهره‌های اصلی خامنه ای: شکل گیری کابینه به این معنا نیست که از معیارها دست برداشته شود. معیار اعتدال فقط و فقط رهبری است. هنوز رنج عمیق فتنه 88 در دل رهبری است. آخوند احمد خاتمی از مهره‌های اصلی خامنه ای در حوزه و خبرگان ارتجا نیز بار دیگر تأکید کرد منظور از اعتدال یعنی خامنه ایست و نباید کابینه جدید به بهای جابجا شدن معیارها شکل بگیرد. وی که در بروجن صحبت میکرد گفت: رهبری ده ها بار کلمه فتنه را گفتند
و هنوز رنج عمیق فتنه سال 88 در دل ایشان است. بنابراین معیارها نباید جابجا شود. معیار اعتدال مشخص است و معیار اعتدال فقط و فقط رهبری است و حجت شرعی ما آغاست. در فتنه سال 88 آتش افروزی کردند و شورش‌های خیابانی را هدایت کردند. لذا امیدواریم مجلس چشمهایش را خوب باز کند و این دو سه روز روز امتحان است. به هر حال کابینه باید شکل بگیرد، اما به این معنا نیست که از معیارها دست برداشته شود. باید حواسمان در عرصه سیاسی جمع باشد که معیارها جابجا نشود.